از کوچه رندان درباره زندگی و اندیشه حافظ نویسنده دکتر عبدالحسین زرینکوب کوب تهیه شده در بنیاد آینه رند و محتسب سایه دولت امیر مبارز مثل یک کابوس گران بر شهر رندان شوم بود و ناهموار شیراز که در آخرین روزهای حکومت بو ازحقی بیش از پیش در دست رنود و اوباش افتاده بود و هیچ کس از ترس آنها نمی توانست صبح و شام از خانه سر بیرون آورد با قلبه امیر مبارز شاهد ورود نظم شد و سختگیری وقتی در میدان سعادت شاه شیخ را محرمانه در حالی که او را از بیم قوقا پنهانی و درون یک جوالکاه از اصفهان به شیراز آورده بودند مثل یک جانی سیاست کردند دیگر امیدی برای رندان نماند این سلطنت بی دوام که رندان شهر آرزوی بازگشت آن را داشتند مخصوصا برای آزاد اندیشان اهل ذوق و اندیشه یک دوره طلایی محسوب میشد. درست است که در تمام این دوره علما و زاهدان از احترام و نفوذ بهره بودند اما وجود آنها دنیای آزاد اندیشان را محدود نمی کرد. در کنار پارسایان که شب و روز آنها همه در عبادت و ذکر و دعا می گذشت، کسانی هم بودند که همه با خرابات شهر سر و کار داشتند و در پشت دیوارهای کوتاه و بیحفاظ خانه های یهود و مجوس، دور از ستیزه و عربده محتسب و اساس اما با بیم و نگرانی ناشی از بدگمانی می توانستند تمام دنیا را به باد فراموشی بسپارند. خرابات شهر که منزلگه رندان فارغ از ننگ و نام بود همه گونه لذت را برای آنها عرضه می کرد. تمتع از شاهدان بازاری و زنان بیبند و بار که از قدیم بعضیشان را خراباتیان به بهای خوب میخریدند و تا حدی به زور به کار بد می رندان بینام و ننگ را که از ذوق خانه بی بهره یا از قید خانه ناراضی بودند نوازش میداد. بادخاری یک تفریح عادی بود که پادشاه و محتسب هم از آن رویگردان نبودند. در شیراز انگور مسقالی به قایت نیکو بود و فراوان و از همین جا میتوان نسب قدیم شراب شیراز را باز شناخت. شرب یهود که پنهانی بود و تنها مخصوصا کار قاضیان بود و جهودان. به علاوه بنگ و افیون هم نزد بیاران شهر رایج بود و به شوخی آنکه بنگ و شراب با هم میخورد کریم طرفین خوانده میشد ایاران شهر در شبرویها ها و مردم ربایی های خیش حتی از اینکه مشک در قده حریف بریزند و او را بیهوش کنند قافل نبودند این شوق به شراب غالبا عسیانی به قرآن نبود ناشی بود از امید به رحمت و عفو الهی اما ذوق و لذت جویی در همه احوال عامه جلوه داشت زن در خرابات البته فتن انگیزی می کرد اما در خانه نیز بی دست و پا نبود نه آیا آن همه داستانها که در متایبات عبید زاکانی هست تا حدی از بیبندوباری های عصر حکایت دارد خرابات البته نه اختصاص به شیراز داشت و نه محدود به این دوره بیبندوباری بود در روزگار پیری حافظ هم که منتهی شد به قلبه تیمور از خرابات شیراز که بیت لطف خوانده میشد مبلغی به عنوان مالیات به خزانه دولت می رسید. زنان خرابات که مثل دختر رز از مستوری توبه می کردند می توانستند با اجازه محتسب کار به دستوری کنند. از این گذشته همجنس بازی رسم رایجی بود. چنان که حتی گوشه خانقاه و خلوت مدرسه هم ممکن بود صحنه آن باشد ترکان که پادشاهان و عمرای عصر غالبا از آنها بودند در این ایام نامشان با این رسم همجنسگرایی همه جا همراه بود در همین دوره های نزدیک بود که عطابک یزد حاجی شاه برای خاطر پسری خوبروی که همراه برادر شاه شیخ کی خسرو اینجو به آنجا رفته بود چنان رسوایی به بار آورد که حکومت او دولت اتابکان یزد بر سر آن رفت دیوانهای شعرا در این ایام آگنده است از حکایات و اشارات راجع به شراب و شاهد آیا شمس الدین محمد که مقارن این روزگاران سالهای بعد از سی سالگی را می گذرانید از این عیشهای نهانی که در آن دوره در شیراز آن همه رایج بود بر کنار می ماند ذوق و ادب امروزه ما دوست دارد به این سوال نه بگوید اما سراسر دیوان خاجه وصف شراب است و شاهد که آشکارا آری میگوید به علاوه ذوق و فهم مردم نزدیک به عهد او یک قرن بعد که جامی و میر علی شیر میزیستند چنان وی را با این عوالم آشنا میدیده است که می توانسته است قصه عشق بازی او را با پسر مفتی شهر نقل کند یا جعل وقتی در دوره شاه شجاع که شاعر در آن سوی چهل و پنجاه سال میزیست در مزان چنین گمانها می توانست باشد در عهد شاه شیخ حالش پیداست یک شاعر جوان که حد اکثر سالهای بین سی و چهل را می گذرانید و با دربار بیبند و بار یک پادشاه اشرتجوی باد پرست ارتباط داشته است آیا اگر به شیوه بزرگان عصر خیش با جوانان دلکش و پیران میفروش سر و سری سر داشته باشد جای شگفتی است؟ کسی که بخواهد از روی قزلهای وی سرگذشتی از عشقهای حوث آلود و عیشهای نهانی وی به هم ببافد بیشک کاری مزهک می کند. اما داستان احوال نفسانی او را از این غزلها تا آنجا که بتوان آنها را به ترتیب تاریخ درآورد میتوان تا حدی درست کرد البته احوالی چون اتاب و فراق و غیرت و حد لازمه عشقهایی از این گونه هست عشقهایی که در آن صحبت از رقیب و مدعی هست و از کسی که میتواند معشوق را با حیله و زر به دست بیاورد روز بازار مناسبی است برای این گونه احساسات و این گونه حرف ها اما در باب رندی های شاعر هم مبالغه نباید کرد برای کسی که عادت کرده است حافظ را همیشه فراز آسمان ها بجوید و در میان ابرهای ابهام و عظمت مدفونش بیابد چطور ممکن است این تصور پیش آید که وی نیز در روزگار جوانی چنان که افتد و دانی به دام این حوثهای شیطانی افتاده باشد با این همه این قهرمان رؤیاهای رمانتیسم ایران جدید را نمی توان از این پستی ها و زبونی های دور از قهرمانی هم تبرعه کرد. اما اگر نیز تبرعه می شد دیگر یک انسان واقعی نمی بود. چیزی می شد از نوع اولیا و قدیسان که آنها نیز خود در روزگاران جوانی و در ادوار قبل از توبه و ریاضت از این گونه عوالم به کلی بر کنار نبوده اند دست کم در قصه هایی که از قالب آنها بازمانده است به هر حال آنچه در دوره بو اسحقی برای حافظ و برای تمام کسانی که با ذوق و هنر سر و کاری داشتند اهمیت داشت مسامحه ای بود که در کارها حاکم بود و به آنها اجازه میداد اگر نیز به باده و ساده آلوده نیستند با آزادی از آن چیزها صحبت بدارند و زهد ریایی و گرفت و گیر زاهد و محتسب را مانعی برای اظهار آلام و آمال خیش نشمارند از این رو بود که تجدید دوران سلطنت شاه شیخ در این روزهای قلبه امیر مبارز آرزوی رندان بود نه فقط آزاد اندیشان که از این سخت گیری های محتسب معابانه امیر مبارز رنج می بردند بلکه نیز رنود و اوباش شهر که خرابات و بیت لطف پناهگاه روحشان بود و محل تفریحشان درست است که در روزگار شاه شیخ نیز به سبب سوء زنی که او نسبت به شیرازی ها داشت گهگاه جاندارها یک رند را بازداشت می کردند و او را به جرم حمل اسلحه جلب می کردند اما در تمام شهر رندان بیشتر اوقات آزادی داشتند خاصه آنها که در حمایت کلوها بودند و پهلوانان منصوب به شاه شیخ این قلبه رندان که حکومت شاه شیخ را رنگ خاصی میداد علت عمده اش نومیدی و برکناری کسانی از سالحان شیراز بود که علاقهای به همکاری با حکام و عمرای وقت نشان نمیدادند. در واقع این برج اولیا وضعی داشت که درون آن پارسایان و پاکان خیش را از هر کاری کنار میکشیدند و میدان را به دست کسانی می که از هیچ گونه آلودگی پروا نداشتند بسیاری از علما و زهاد ارتباط با حکام را زشت می و به منزله اهانتی به علم و تقوا شیخ نورالدین خراسانی که در اوایل جوانی حافظ وفات یافت از صحبت حکام به شدت نفرت داشت میگویند یک روز حاکم وقت به دیدار وی رفت چون شیخ خبر یافت روی ترش کرد و با تندی گفت اینها از من چه میخواهند که وقتم را پریشان میدارند نه انسی با آنها دارم نهاجتی. گویی اینها رفت و آمد با حکام را خلاف توکل می دانستند و مایه آلودگی قوام الدین عبدالله استاد بزرگ عصر که حافظ سالها از درسگاه او بهره میبرد یک جا تی قطع شعری به دوستان خیش توصیه می کرد که دوات اهل علم را ملازم باشید و از اصحاب قلمدان حذر کنید از آن که ولایت اهل علم ازل ندارد در صورتی که اهل عمل ازلشان آمدنی است و روی دادنی نه فقط نزد زهاد و علما این ارتباط با حکام مایه آلودگی تلقی میشد آزاد اندیشان هم از آن به عنوان چیزی که وقت و فکر انسان را پریشان می دارد دوری می کردند و حافظ در چنین احوالی بود که صحبت حکام را ظلمت شب یلدا می خاند. حاصل این رمیدگی و سرخوردگی نیکان و آزاد اندیشان عبارت بود از قلبه اوباش و رنود بر کارها. در واقع نه حاجی قوام میتوانست بی همکاری این رندان و یاریهاشان کار تمقا را صورت دهد نه شاه شیخ میتوانست بدون اتکای بر آنها تهدید دائم امیر مبارز را دفع کند با این همه این رندان بازار که کارشان شبروی بود و عیاری می توانستند با امیر تازه وارد بسازند و در سایه او گهگاه کار خیش را ادامه دهند. خشونت امیر مبارز برای آن دست از رندان تحمل کردنی نبود که اهل مدرسه بودند و آزاد اندیش. حافظ که در آغاز قلبه امیر مبارز سالهای بین سی و چهل سالگی خیش را می در شمار این گونه رندان بود برای اینها دولت بو اسحقی لاعقل این مزیت را داشت که انسان در سایه آن می توانست بی روی و ریا هر چرا می اندیشد بیان کند و از شیخ و شهنه و زاهد و محتسب نترسد. آزاد اندیشی که نمیخواست از ترس محتسب و شهنه هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش داشته باشد از سر راه شیخ و میر دور میشد و در کوچه رندان پناه یافت. نه آیا او نیز مثل رند بازار آزادی میجست که در آن فارغ از قید ننگ و نام هرچه میخواست میتوانست کرد؟ برای یک رند آزاد اندیش دنیا چنان در فساد قوته میخورد که دیگر هیچ عقل روشنی نمیتوانست به حدود و قیود آن محدود بماند. در محیطی که قدرت وسیله ای برای خفه کردن وجدان تلقی می شود و دین دامی برای فریب دادن شناخته می آید که می تواند به آنچه منشع این اسباب تبهکاری است صادقانه تسلیم باشد نه دستگاه شیخ نه درگاه میر این است آنچه رند آزاد اندیش می خواهد و برای آنکه بتواند فارق از ننگ و نام عمر بگذارد نه به قبول آمدل می بندد و نه به تقرب سلطان سخن شیخان را باور مکنید تا گمراه نشوید و به دوزخ نروید و این طرز فکر کسانی بود که می دیدند شیخ و واعظ خود را به ستمگران می و مردم را جز به راه تسلیم نمی برند. پس چه باید کرد؟ کسانی که از شیخ و میر و درگاه و خانقاه رنجیده بودند جواب میدادند دست ارادت در دامن رندان پاکباز زنید تا رستگار شوید رند پاکباز آزاداندیش عارفی بود که نه تسلیم شیخان ریاکار میشد نه سر به قدرت پوچ ارباب زور فرود میآورد همه چیز را رد می کرد و به همه چیز به چشم بی اعتنایی می نگریست. شیخ و فقیه و مقرب سلطان در نظر او کسانی بودند که خود را به دیو سالوس و ریا فروخته بودند. وعظ و ذکر و دعا چه بود؟ فسانه ای که واعظان بدانها آدمهای ساده را فریب می دادند و از آن دام تزویری میساختند ساختند تا با آنچه خود بگویند و نکنند مردم را در گمان و فریب نگه دارند شراب و افیون را چگونه تلقی می کرد؟ وسیله ای برای فرار از خودی فرار از قیود و حدودی که انسان را به دنیا می پیوندد و پوچی های آن برای رند همه چیز پوچ بود و همه چیز بی ارج. دنیا عبارت بود از جایی که هیچ آفریده در وی نیاساید و عاقل آن که به دنیا و اهل او نپردازد در دنیایی که جاهل دولتیار باشد و عالم بی دولت چه اعتباری به شیخ هست که ریا می کند و به حاجی که دائم سوگند دروغ میخورد به خدا و خانه خدا در این احوال شیخ ریایی ابلیس واقعی بود و صوفی هم عبارت بود از مفتخور بیکاره واعظ کسی بود که آنچه می گفت نمی کرد. اما قاضی که بود آنکه همه او را نفرین می کنند و سعید آنکه هرگز روی او نبیند خاجگان شهر در چنین حالی مایهشان لاف بود و وقاحت و هشمتشان گذاف شناخته میشد و سفاحت ابله کسی بود که بر ایشان امید خیر دارد و کوربخت آنکه ملازم ایشان باشد این گونه آرا که در لطایف عبید زاکانی سیمای یک آزاده واقعی اصر حافظ را ترسیم می کند در واقع همان افکار است که حافظ نیز چهره قهرمان احلام خیش رند واقعی را بی شکم با رنگ و نگار آن جلوه می دهد چون این رندی اگر با دستگاه بی بار شاه شیخ می سازش کند دیگر چگونه ممکن بود سختگیری و تندخویی امیر مبارز را تحمل کند که دورش تجدید عهدی بود با هر آنچه سالوس بود و ریا